عذرخواهی حمدالله محب درباره سقوط جمهوریت. مشاور امنیت ملی اشرف غنی برای نخستین بار کوتاهی‌اش در سقوط جمهوریت را میپذیرد و معذرت خواهی میکند. I take full responsibility for and apologize for it. آقای محب در گفتگو با بخش انگلیسی بی بی سی میگوید برای جلوگیری از جنگ کوچه به کوچه گزینه جز فرار نداشتند. There was a plan for an... قرار بود یک هیئت برای گفتگو به دوحه برود که من هم در آن بودم، اما همه چیز بسیار سریع از هم پاشید. بهترین کاری که می توانستیم انجام بدهیم این بود که شهر را حفظ کنیم و باشندگان آن شهر را مسئول نگه داریم، ولی این یک فاجعه بود. شمار زیادی از مردم باید فرار می کردند، اما تصور کنید اگر جنگ کوچه به کوچه رخ می داد، کسانی که ترک کرده نمی توانستند کشور را ترک کنند. او همچنان از دیگر مقام های دخیل در سقوط حکومت پیشین می خواهد تا به مردم توضیح دهند. فرار شتاب زده اشرف غنی و دیگر مقام های ارشد دولت پیشین به شمول حمدالله محب انتقادهای گسترده را به همراه داشته است. شمار آن را یکی از عامل های اصلی سقوط کابل می دانند. آقای محب باید دلیل کلیدی زیرا بگه که چرا از پستهای دوردست قوای اردو جز تامای اردو قطعات عقب نشینی میکد، کیر قمانده میداد؟ باز آمدن در ولسوالی ها، از ولسوالی ها قمانده عقب نشینی گرفتن، آمدن در شهرها، از شهرها بالاخره طرف کابل میامدن که تمام شهرها را امی قسمی تسلیم کردن به طالبا. همزمان اتهام های هم مبنی بر فساد گسترده و انتقال میلیون ها دلار پول در هنگام سقوط کابل توسط حلقه نزدیک به غنی مطرح است. ما باور دارم که اینها صدها میلیون دلار از اموال ملت افغانستان اینا به خارج انتقال دادن. اگر واقعا ایشان از عملکرد خود پشیمان هستند، در ابتدا باید اموالی را که از ملت افغانستان اینا دزدیدن و به خارج از کشور انتقال دادن، آنها را به ملت افغانستان بازگردانند. با آنکه 9 ماه از سقوط جمهوریت می گذرد، هنوز هم پهلوهای پنهان این سقوط روشن نشده است. دو روز پیش سیگر در گزارشی خروج امریکا را عامل فروپاشی ارتش افغانستان گفته بود، اما تحلیلگران فرار اشرف غنی و حلقه نزدیک به او را عامل اصلی سقوط حکومت پیشین می دانند.